الان بریم رایان، مثل اینکه خیلی میخواست بله صحبت کنه رایان. نه خیلی نمیخوام صحبت کنم، فقط اون جواب من نشیدم. مهدی مسعود رجوی کجاست؟ کی ظهور میکنن ایشون؟ آخه مگه گلن از کجا اینو بدونه؟ من نمیدونم. گلن نه بفرمایید. نه اینو آیا کسی میدونه ایشون؟ چون تحقیق کردن، شما نمیدونه آقای لبابی، ایشون تحقیقات وسیعی کردن، جلسه قبل گفتن تحقیقات وسیعی کردن، میدونن. آیا کسی هست که بدونه؟ شما که طرفدارش هستی نمیدونه اینو. در مسعود رجوی یه کتابی نوشته به اسم استراتژی قیام و سرنگونی. من توصیه میکنم که اینو گوگل سرچ بکنیم، برین این کتابو مطالعه بکنیم. توی یکی از فصولش در مورد کارهایی که مسعود رجوی داره میکنه نوشته که مسعود رجوی کاری که کرده سازمان مجاهدین رو پایه‌گذاری کرده و چندین سالم نفر اول سازمان بوده و این سازمان بزرگتر از مسعود رجویه و الان خانم مریم، خانم زهرا مریخی نفر اول سازمانه و سازمان داره اداره میکنه. حتی مریم رجوی هم وقتی که ریاست جمهوری شورای ملی مقاومت رو قبول کرد از تمام مسئولیت های سازمانیش استعفا داد، یعنی جزء سازمان مجاهدین خانم رجوی الان نیست، یعنی ایشون فقط رئیس جمهور برگزیده مقاومت برای دوران گذار 6 ماه است. آقای مسعود رجوی فیزیکلی کجا هست، کجا داره زندگی میکنه من نمیدونم، ولی همین امروز هم پیام داده، پیاماش هست، میاد منتشر میشه و خیلی هم پیام داده، هم پیام صوتی داده هم پیام نوشتاری. و تو این کتابم سرنگونی و قیام و سرنگونی نوشته که الان 4 تا کتابو داره می نویسه که اینا یه کتاب های نسبتاً پرحجمیه، وقت و انرژیشو صرف اون کار کرده. و تو اون کتاب هم قول داده که در آینده ایران، یعنی می گفت بزرگترین خیانتی که خمینی کرد خیانت به اعتماد یک ملت کرد و اعتماد، جلب اعتماد ملت کار خیلی سختیه و ایشون قول داده که در سپهر سیاسی آینده ایران برای خودش هیچ مسئولیتی نداشته باشه و تنها آرزوش هم اینه که مجاهد بمانه و مجاهد بمیره. یعنی اینکه این از آقای مسعود رجوی. و یه جز کسانی مثل رایان من نمیبینم که مثلا کسایی که تو تشکیلات مجاهدین هستن، تو رابطه مجاهدین هستن، اینا این سوال براشون مطرح باشه که مسعود رجوی کجاست، چون سازمان داره کار خودشو میکنه و برنامه‌های خودشو داره و به مسعود رجوی اونقدر چیزی نداره که اگر ایشون باشه سازمان هست، اگر ایشون نباشه سازمان نیست، یعنی سازمان بزرگتر از مسعود رجویه. رایان یه دقیقه جواب بده ببریم مجید. یک دقیقه. اولا که آقای گلن، آقای آرمین حرفای بسیار درستی زدن، خیلی عالی. من تعجب میکنم که چرا جواب آقای آرمین رو ندادی شما. جواب بده دیگه که داره زیاده روی میکنه. جواب نده بده. چرا جواب نمیدی؟ حالا شما میتونید جوابای کوتاه‌تری بدید. حالا اجازه بدید. الان اگه جمهوری اسلامی فکر کن که خامنه ای هر روز میاد صحبت کنه، فردا خامنه‌ای نیا صحبت کنه، تا 2 سال 3 سال هیچ کی نبینه، 10 سال کسی نبینه و همش پیام صوتی باشه، شما خود مجاهدین نمیاد بگید که آقا اینا چیکار دارن میکنن، چرا خامنه‌ای نیستش، بعد بگن جمهوری اسلامی بالاتر از همه این چی داد، اسلام بالاتره. خامنه‌ای بیاد اصلا دیده نشه، یه ما دیده نشه 1000 جور حرف شنیده میشه. قبول دارید؟ حالا من یه دقیقه هم کمتر شد، بفرمایید مجید. من نه باید برم سراغ مجید. نه موضوع اینه که این سوالی که داره از شما میشه اصلا به ما چه، الان اون کجا چی کار میکنه، کتاب مینویسه نمینویسه، چرا اینجوری میکنین، این چه حالتیه که شما اینو برداشتین مخفی تو یه جای قایمکی من واسه مثلا پیغام میفرستم آقا بیا هستی بگو، نیستی هم بگین دیگه، آخه چرا بازی در میاریم با مردم؟ این کارا رو منظور چرا؟ نه اینکه مسعود رجوی کجا، مجاهدین بهش میگن نمیگن، یه حرفایی که شما میخوانم مریخی الان نمیدونم، شما باور میکنین اینو واقعا؟ شما آقا ایگله
من اصلا انتظار ندارم، باور کن اصلا نمیفهمم شما چجوری رفتی طرفدار اینا شدی، چیزی نداری برای گفتن. بعدم که اوکی بهت دارم، بیشتر شما باید وقت داشته باشید، همه سوالا از شماست، شما باید جواب بدی، ولی جواب نمیدی یا از وقتت بیشتر پروپاگاندا استفاده میکنی. من دارم میگم شما چرا رفت تو عراق، میگیم چون جمهوری اسلامی بدتر از صدامه. آخه این جواب منه، مسئله سر اینه که ما جواب بدتر از جمهوری اسلامی هست، ما باید بریم با اونا هم دست بشیم. مجید جان مسئله اینه که شما جوابای رو میخوای بشنوی، که جوابایی رو میخوای از من بشنوی که خودت دوست داری بشنوی، نه جوابایی که من فکر میکنم درسته. و این همیشه هست، منم مثلا در مورد دیگران میتونم این حرف رو بزنم که مثلا رایان میاد مثلا سوالایی رو میکنه که مثلا من نمیپسندم. در مورد این که مثلا مسعود رجوی کجا هست و کجا نیست، از هر دو منظر بگیریم شما باختی. اگر مسعود رجوی باشه، آقا این دیگه خسته نشده، این همه سال رهبر مجاهدینه، برو کنار بذار یکی جوانتر بیا. حالا که یکی جوانتر اومده سر کار، شما باور میکنه این جوان اومده سر کار؟ اینا همه کلک، تو چرا دیگه باور کردی؟ یعنی هم اگر باشه بده، یه دقیقه اجازه بدی، من باید اینجوری بحث اصلا الان نمیشه اینجوری که شما بری 20 دقیقه بگی بعد همش هم طرفداری اونا رو بکنی، نمیشه. باید بیایم تو حرف. آقا شما داری ذهنیت منو جلو جلو میخوای بخونی؟ من دارم میگم چرا این کارو کردی؟ کاری ندارم کجاست، ولش کن بابا، هر جا هست نیست، مرده نمرده، چرا نمیگین؟ چرا رو راست نمیگین؟ همه کارتون اینجوری مخفی کاریه، اصلا مخفی این در رو بستین، واسه خودتون دارین زندگی میکنین. یه دونه سیمای مقاومت زدین تلویزیون اونجا، یه ذره شوخی و خنده، مثلا ما اینی پروپاگاندا همش میخوایم بگیم مثلا ما آدم های عادی هستیم، ولی تا میخوایم نزدیکتون بشیم اصلا قفلین. اینا رو جواب بدین. اینا خدا ببینید قفل مجاهدین هست، شما یه طرفدار هستین، شما داریم این طرفداری میکنین، ولی خودشون قفل من ندیدم قفل باشن. شما داری از مواضع اونا طرفداری میکنین، حالا هرچی هستی نیستی، اومدی به این عنوان که آقا یه چیزای منطقی هم هست، اینجوری نیست که فقط شما یه طرفه برید. ما میگیم بفرمایید، بسم الله بفرمایید، بسم شیطان مثلا بفرمایید اینو، ولی نمیگیم، ندارین حرفی ندارین برای این که ما رو قانع کنیم. اینا عمل قرار میده. ببین این اشتباه شما مجید جان اینه که فکر میکنه که آدما قرار همدیگه رو قانع بکنن. اگر اینطوری بود تمام ایتیست ها، تمام مذهبی ها رو قانع کرده بودن دنیا بدون دین و مذهب و اینا بود. آدم ها قانع نمیشن، به دلایل خاص خودشون قانع نمیشن. این نه، ولی مواضعتون رو حداقل ثابت کنی، حرفی که میزنین رو اونم نمیشه. فکت نداریم برای حرفتون، فکت نداریم برای چهرهتون که منفوره، چهرهشون که منفوره. ما رو شما نمیگم، خدا نگهده، این موقع جسارت نشیم. من با شخص شما که اصلا مشکلی ندارم، خیلی هم دوستتون دارم، خیلی هم شجاع این که الان اومدین اصلا طرفداری همچین سازمانی داری میکنی، دم شما گرم واقعا. اما جواب نمیدی، به خدا توجیه میکنی، تا میبینی گیر کردی دیگه میگی.